سلام، اوقات شما به خیر و خوشی. به کانال یوتیوب من خوش اومدین. توی این آموزش میخوایم با همدیگه این مجموعه عروسکی جالب و درست کنیم. برای این مجموعه عروسکی من یه دونه آویز گلدون هم درست کردم که همونطور که میبینین یکمی فرم سبودی تر با نمک تری به کار میده. توی بخش اول این کار میخوایم با همدیگه حلقه این کار رو آماده کنیم. من به عنوان حلقه از یک حلقه پایدار ایستاده با قطر 24 سانت استفاده کردم. شما میتونین از حلقه های ساده هم برای این کار استفاده کنین و بعد اون رو روی دیوار آویزونش کنین. قطر حلقتون میتونه 24 الی 26 سانت باشه. من نخ نرم تا به 4 میل هم دارم برای بافت دور حلقه. خب، حالا اندازه نخی که مورد نیازمون هست و چجوری میزنم؟ من به حالت اندازه گیری محیط دایره، یعنی دور تا دور دایره نخ رو اندازه میزنم، ببینم دور تا دور دایره من چقدر نخ لازم داره. این مقدار رو ضرب در 9 میکنم، یعنی 9 بار به اندازه 9 برابر محیط اطراف دایره من نخ احتیاج دارم. همونطور که میبینین نخی که به دست میاد نخ خیلی بلندیه. حالا من میگیرم وسط این نخ رو پیدا میکنم و برای اینکه بافتم آسون تر بشه دو طرف این نخ رو میگیرم و میپیچونم. در واقع دوتا کلاف کوچولو درست میکنم که باعث بشه بافت یه مقداری آسون تر بشه. سمت دیگرش هم دقیقا همین کار رو میکنم. یک کلاف خیلی کوچولو درست میکنم و دقت کنید که نخو چطوری دورش میبندم. یه حلقه درست میکنم و کلاف رو از داخلش رد میکنم. اینا دیگه همینطوری باقی میمونن تا وقتی که خودمون بازشون کنیم و نخمون رو بزرگتر کنیم. خب، حالا میخوام دور تا دور حلقه بافت مارپیچ بزنم. دقت کنید که بافت فقط از یک طرف انجام میشه. وقتی که احساس کردین نخاتون کوتاهه و لازمه بلندتر بشه، خیلی راحت نخو باز میکنین، دوباره یه حلقه درست میکنین و میندازین دور کلاف که نگهش داره. کم کم همینطوری که بافت داره پیش میره متوجه میشین که اون حالت مارپیچه در واقع دور حلقه داره تشکیل میشه. اون حالت مارپیچ بودن بافت تشکیل شده و نخ ما یک کمی متمایل شده به سمت دیگه. وقتی که این حالت رو دیدین جای نخهای دو طرف رو با هم عوض کنین. وقتی که احساس کردین که الان بافتن یه مقداری سخت شده جای نخهای دو طرف رو عوض کنین و دوباره با همون نخ سمت راست شروع کنین به بافتن. دقت کنید که ما فقط نخ سمت راست رو از سمت راست بافت رو انجام میدیم. دوباره 3-4 تا گره که زدین متوجه میشین که نخ یه مقداری پیچیده و لازمه که دوباره جای دوتا نخ رو با هم عوض کنین. جای دوتا نخ رو عوض میکنین و دوباره به بافت ادامه میدین.
توی این بافت مارپیچ معمولا هر 4 تا دونه 3 تا گرهی که بزنین احتیاج دارین که نخای دو طرف رو با هم جابجا کنین. توی بافت خودتون متوجه میشین که کجا وقتشه که نخای دو طرف رو با هم دیگه جابجا کنین. من این بافت مارپیچ رو همینطوری ادامه میدم تا برسم به اون جایی که پایه حلقه من قرار گرفته و همونطور که میبینین خیلی ساده شروع میکنم از دنباله این شروع میکنم بافتن. هیچ تغییر خاصی انجام نمیدم توی کار و همینطوری به زدن این بافت مارپیچ ادامه میدم. خب این بافت رو میزنم تا آخر حلقه. وقتی که به انتهای کار رسیدین ته نخا رو بچسبونین و نخا رو قیچی کنین. خب همونطور که میبینین حلقه ما آماده شد. میریم برای مرحله بعدی که این گلدون کوچولوی کنفی رو با هم دیگه ببافیم. یه گلدون خیلی کوچیک کنفی. من نخ 1 میل دارم، یه دونه قلاب 3 میل دارم و یه دونه مارکر لازم دارم. خب اول از همه یه دونه گره جادویی میزنم به این سبک. خب این میشه گره جادویی. به کل این مجموعه‌ای که ما زدیم میگن یه دونه گره جادویی. حالا به عنوان رج اول شروع میکنم داخل این گره جادویی 6 تا پای کوتاه میبافم. اگر که الان بشماریم میبینیم که ما دقیقاً 6 تا حالت گندمی طور اون بالای کار تشکیل شده که مفهومش اینه که ما 6 تا پای کوتاه زدیم. نخ حلقه جادویی رو میکشم، حلقه رو میبندمش و شروع میکنم به صورت مارپیچ مستقیماً رو سر دونه اولی که بافته بودم پای کوتاه بافتن. دونه اول یک مقداری سخت بافتنش ولی بقیه دونه ها دیگه آسون ترن. قلاب رو از زیر دوتا گندمی فرو می کنم و به این حالت اولین در واقع دونه رج بعدیمون رو می بافیم مستقیما روی سر پای کوتاه اول. خب این شد اولین پای کوتاه من. دوباره توی همون دونه یه پای کوتاه دیگه هم میبافم، یعنی 2 تا پای کوتاه داخل دونه اول بافتم. اینا میشن 2 تا دونه رج اول. حالا توی دونه بعدی پای کوتاه دوباره روی سرش 2 تا پای کوتاه دیگه میبافم و به همین ترتیب این توی این رج روی سر هر پای کوتاه 2 تا پای کوتاه میبافم. الان اگر دوباره گندمیای روی سر کارو بشمارین متوجه میشین که 6 تا پای کوتاه رج قبلی توی این رج تبدیل شدن به 12 تا پای کوتاه. خب دوباره شروع میکنم به همین حالت مارپیچی پای کوتاه بافتن.
ولی دیگه دونه اضافه نمی کنم، همینطوری روی سر هر یه دونه یه دونه پای کوتاه میزنم و همین کار رو تا رج ششم ادامه میدم. 6 تا رج همینطوری پای کوتاه میبافم و به عنوان رج آخر شروع میکنم روی سر هر دونه یه دونه بست میزنم رو سر هر یه دونه، به این حالتی که میبینین بست زدن این مدلیه. دوباره دونه اولو مارکر میزنم که گمش نکنم. بعد ببینین بس زدن یه همچین حالتی داره. این رج اختیاریه، میتونه باشه میتونم نباشه. وقتی بس زدن تموم شد نخو قطع میکنم و به این حالت نخو اول قلاب و اول از زیر گندمی رد میکنم، به این صورت نخو میگیرم میکشم بیرون و بعد نخو بر میگردونم به همون نقطه ای که از توش بیرون اومده بود، نخ از توی اون دونه ای که نخ از توش بیرون اومده بود و کار تمامه. من دیگه نخو در واقع پنهان نمی کنم چون خیلی کوچولوه. نخو اینجوری داخل گلدون میذارم و کار تمام. خب اینم گلدون کوچولوی ما که آماده شد و الان ما امکان اینو در اختیار داریم که بریم و آویز گلدون این کار رو با هم دیگه ببافیم. برای آویز گلدونش من از نخ نازک یه میل مکرومه استفاده می کنم. 3 تا 40 سانت برش می زنم و به این صورت می ندازم روی حلقه. 2 تا دونه نخ 20 سانتی هم می خوام برای بستن بالا و پایین این کار. به این حالت بالای این کار رو محکم می بندمش. و اضافه نخ رو هم از بالا و هم از پایین قیچی میکنم. خب حالا 5 سانت از بالا فاصله میدم و بعد یه دونه گره میزنم. 2 تا از نخ ها رو میگیرم، 5 سانت فاصله میدم، یه دونه گره میزنم. دوباره 2 تا نخ دیگه میگیرم از اون نخ هایی که کنار هم قرار گرفتن. 5 سانت از بالا فاصله میدم، یه دونه گره میزنم و دقت میکنم که توی هر دوتای اینا گره ها اندازه همدیگه بیفتن، کنار همدیگه بیفتن. خب حالا یه نخ از هر کدوم از این مجموعه ها میگیرم، با یه نخ مجموعه کناریش یه 2 سانتی از گره بالا فاصله میدم و یه گره دیگه میزنم. و به همین ترتیب از هر در واقع مجموعه یه نخ میگیرم و با مجموعه کناریش نخشون رو گره میزنم. فاصله ها رو چک کنین که هم اندازه هم باشن. و اینم آخری. توی این مرحله من توصیه میکنم گلدونتون رو توی کار امتحان کنین که اگر که در واقع لازم باشه جای گره هاتون یه مقدار جابجا کنین. اگر تنگ باشه میتونین گره هاتون رو یه مقداری بیارین پایین تر که در واقع جای گلدون بزرگتری به شما بده.
و بعد پایین کارم شبیه بالای کار گره میزنم. نخ بالاییشو قیچی کردم ولی نخ پایینشو دیگه ضرورتی نداره، میتونین با ریشه های کار بذارین که باقی بمونه. خب من گلدونمو میذارم سر جاش. داخلش رو من یه مقداری گل خشک دارم، گل خشک ریز که براش از این گلای خشک استفاده میکنم. خب مجموعه حلقه و آویز گلدونش آماده شد. توی ویدیوهای قبلی پیجم من آموزش عروسک مکرومه رو براتون گذاشته بودم، لینکش رو الان بالای این صفحه براتون میذارم، اگر که ندیدین میتونین کلیک کنین و بریم ببینین. عروسک مکرومه‌ای که آماده کردیم و به این صورت با یک نخ خیلی محکم، در واقع با یک نخ خیلی محکم نامرئی، به این صورت به بالای کار وصلش میکنم. میتونین نخ رو دو بار عبور بدین که در واقع عروسک جای محکم تری داشته باشه و نخش بعدن کش نیاد. خب مجموعه ما به همین ترتیب آماده است. من برای اینکه عروسک من روی این حلقه یه دونه بود، دو تا آویز گلدون گذاشتم که فضا رو بیشتر پر کنه. ممنونم که ویدئوی منو تماشا کردین، ممنون که اینجا با من همراهین. امیدوارم که از این ویدئو لذت برده باشین. نظراتتون رو در موردش حتما برام بنویسین. اگر از این ویدیو خوشتون اومده، ممکنه که از این ویدیوهای دیگه پیج منم لذت ببرین. لینکش رو اینجا براتون میذارم. دو تا ویدیو بهتون پیشنهاد میدم و تا ویدیوی بعدی شما رو به خدای بزرگ میسپارم. خدا نگهدار.